شهری که توی اون آدم‌ها ناپدید میشن و هیچ کس نمیدونه چه بلایی داره سرشون میاد. گلاسیا سلام، با یکی دیگه از فیلم‌های خفن آسیا به نام کایرو اومدم. اسم انگلیسی کایرو میشه پالس یا ضربان، موج، اینجور کلمه‌ها رو همه رو استفاده میکنن براش. و خب یکی از بهترین فیلم‌هایی است که توی سال 2001 ساخته شد. یه کپی آمریکایی هم داره که اصلا خوب نیست به نظرم. قطعاً بعد نسخه اصلیش رو ببینید چون واقعاً فوق‌العاده است. این فیلم دو تا موضوع مهم می‌خواد صحبت بکنه که آخر فیلم حتما مورد بررسی قرار می‌گیرشون. بریم ما فیلمو ببینیم. حواستون به اسپویل کامل صحنه‌های خشنش باشه. با شروع فیلم دختری میبینیم که توی کشتی وایساده و به دور دست خیره شده. حالا میریم به مدتی قبل و با همین دختر آشنا میشیم. دختری به اسم میچی که توی شرکتی با وسایل کامپیوتری کار میکنه. میچی یه همکار دختر به اسم جونکو و یه همکار مرد به اسم یابه هم داره. یه همکار دیگه هم دارن که مدتی نیومده و انگار داشته روی هارد کامپیوتری کار میکرده و خیلی الان براشون حیاتیه که دودتر به دستشون برسه. ولی خب هیچ کسی از اون همکار خبر نداره. برای همینم هم به میچی میگن که امروز برو به سر بزنه بلکه بتونه هاردو ازش پس بگیره. در حالی که میچی به سمت خونه اون همکارش میره متوجه میشیم چقدر شهر ساکته و انگاری اصلا کسی دیگه توش نمونده. بالاخره به مقصد میرسه ولی هرچی در میزنه کسی پاسخگو نیست. از پنجره هم نگاه میکنه اما کسی رو نمیبینه و در آخر موفق میشه کلید یدکی خونه رو پیدا کنه. در رو باز میکنه، میره تو و همه جا بیش از حد ساکته. در حالی که دنبال هارد میگرده یه دفعه متوجه سایه‌ای تو اتاق دیگه میشه. میره جلو و میبینه همون همکارشه که با لبخندی به بیرون خونه خیره شده. طرفش و همکارش هم خیلی عادی باهاش صحبت میکنه، انگار نه انگار که اتفاقی افتاده و میگه فقط مرخصی بودن. بعدم بهش میگه هاردو کجا گذاشته و میچی میره که برش داره. اما همین لحظه صدای میشنوه و وقتی به اتاق برمیگرده میبینه همکارش خودش رو از سقف آویزون کرده. این اتفاق خیلی روی میچی تاثیر میذاره و هاردو برمیداره و بعد از اینکه به پلیس جواب پس میده که هیچ نقشی تو قضیه نداشته میره خونش. از اون روزم خیلی به هم ریخته است. اما وقتی یه مدتی میگذره هم همکارای دیگه‌اش هم خودش به زندگی عادیشون برمیگردن. حالا شروع به بررسی هاردی میکنن که از خونه همکارشون آوردن. توی اون با عکس عجیبی مواجه میشن. عکسی که توش همکارشون روبروی کامپیوترش وایستاده و توی کامپیوتر دوباره تصویر خودشی که همونجا وایستاده و توی کامپیوتری که توی اون تصویره قیافه یه زن مشخصه. وقتی میچی و همکاراش یعنی جوکو و یابه صحبت میکنن، یابه میگه که اتفاقات عجیبی داره توی شهر میفته و فکر میکنم این همکارمونم به قضیه ربطی داشته. وقتی که میچی به خونهشون برمیگرده اتفاقای عجیبی براش شروع میشن. مثلا یه دفعه تلویزیونش حالت گلیچ گرفتن میگیره و فقط نصف تصویر رو درست نشون میده که میچی هم خیلی میترسونه و سری تلویزیون رو خاموش میکنه. حالا میریم به طرف دیگه شهر و با پسری به اسم کاواشیما آشنا میشیم. کاواشیما نقش دوم خیلی مهمه فیلممونه. اونجایی که فیلم برای دوران قدیمه، کاواشیما به تازگی موفق شده که یه سرویس اینترنت بخره و برای خودش میخواد فعالش کنه. اما هر کاری میکنه یه دفعه صفحه‌های عجیبی میان عکسی از آدم‌های مختلف نشون داده میشه. در آخر هم رو صفحه مینویسه که دوست داری با یه روح آشنا بشی. کاواشیما هم که ترسیده کامپیوتر رو خاموش میکنه. بعدم میخواد استراحت کنه که دوباره کامپیوتر روشن میشه. این بار تصویری از یه مرد دیگر رو میبینه که یه ماسکی رو سرش کشیده و همونجا نشسته. خیلی میترسه و این بار که خاموشش میکنه به بخش کامپیوتر دانشگاهشون میره تا با چند تا دانشجو صحبت کنه و بلکه ازشون کمک بگیره. اینجا میبینیم که یه دانشجو به اسم هاروه وجود داره که کاواشیما انگار خیلی ازش خوشش میاد و روش کلاس زده. برای همین هم سعی میکنه از اون کمک بگیره. برمیگردیم به همون طرف شهر و میریم پیش اون یکی همکار میچی یعنی یابه. یه دفعه کسی به گوشه یابه زنگ میزنه و صدایو میشنوه که انگار یه نفر داره التماس میکنه تا بهش کمک کنه. یابه خیلی شوکه شده و وقتی قطع میکنه یه دفعه روی گوشیش تصویری میبینه. تصویری که از هارد همون همکارشون برداشته بودن که کنار کامپیوتر وایساده بود و توی کامپیوتر دوباره خودش بود. برای همینم هم کنجکاو شد و سعی میکنه خودش تنهایی به خونه همون همکارشون بره. وقتی به اونجا میرسه میبینه جایی که اون خودشو آویزون کرده بود حالا یه لکه سیاه شکل گرفته روی دیواره و انگاری اصلا محو نمیشه. یه کاغذ مرمیز پیدا میکنه که روش نوشته اتاق ممنوعه. وقتی که از خونه خارج میشه یه دفعه متوجه یه دری میشه که دورش کادر قرمز کشیده شده. برای همینم هم کنجکاو میشه و به آرومی میره سمتش که اتفاق عجیبی میفته. وقتی که درو باز میکنه و میره داخل گوشه اتاق زنی رو میبینه که شبیه روحای وحشتناک و به صورت خیلی آروم داره سمتش قدم برمیداره. یا به سر جاش نشسته و زن میاد سمتش و اونو تو آغوش میگیره. روز بعدی میرسه و وقتی که میچی میره سر کار میبینه یابه خیلی تو خودش و انگاری رفتارش عوض شده. امروز هم که از سر کار خارج میشه متوجه یه زنی با دامن قرمز میشه که دور یکی از درها یه کادر قرمز میچسبونه. دو
دوباره میریم به اون طرف شهر پیش کاواشیما. یکم رفتارمون هم به هم ریخته است، مخصوصا به خاطر اتفاقی که توی خونه با کامپیوترش افتاده که خیلی باعث ترسش شده. این بار که میره خونه دوباره اون تصویرها بالا میان، ولی سعی میکنه که پرینتشون کنه یا یه اسکرین شات بگیره. اما هر باری که این کارو انجام میده، قیافه اون مردی که توی تصویر کلا ناپدید میشه. همینجاست که رفیق مرد ماسکدار از جاش بلند میشه و میخواد ماسکشو کنار بزنه که کاواشیما وحشت زده میشه و کامپیوترو از برق میکشه. دوباره به دانشکده کامپیوتر میره و با کراشش و همون هاروه صحبت میکنه. این بار موفق میشه اونو قانعش کنه تا بیاد به اتاقش و کامپیوترش رو بررسی کنه. وقتی هاروه پای کامپیوترش میشینه، فکر میکنه که کاواشیما رفته به سایت های داستاندار و از اونجا چیزی دانلود کرده که کامپیوترش ویروسی شده. برای همینم زیاد قضیه رو جدی نمیگیره و بدونه که کمکی بکنه از خونه خارج میشه. باز برمیگردیم پیش میچی اون طرف شهر. همکارش یابه بعد از اینکه اون اتاق با کادر قرمز رو دیده، رفتارش هر روز داره عجیب تر میشه. به حدی که حتی نمیشه باهاش صحبت کرد و مدام داد و فریاد میکنه. انگار هیچ انگیزه دیگه برای زندگی نداره. همین روز وقتی میچی میخواد به سمت خونه بره، یه رفیق متوجه همون زن با دامن قرمز میشه که از بالای ساختمون یه رفیق میپره پایین. دوباره میریم اون طرف شهر پیش کاواشیما. به کتابخونه دانشگاهشون رفته تا دوباره هاروه رو ببینه و بابت اتفاقی که افتاده توضیح بده که آقا من هیچ کار اشتباهی نکردم. هاروه هم انگار قضیه رو فراموش کرده و بهش پیشنهاد میده که بیا یکی از برنامه‌های خفنی که تازگی همکلاسیم ساخته رو بهت نشون بدم. اونم قبول میکنه. منطق برنامه‌ای که اون ساخته انگار کاملا داره اشتباه پیش میره. یه سری موج اشتباهی انگار روی سیستم میندازه. برای همینم باعث شده که هاروه یکم حرفای کاواشیما رو باور کنه. هاروه میگه هر چیزی که باعث شده اینترنتت داغون بشه، اون تصویرهای عجیب غریب پیش بیاد، قطعا داره موجش رو به این برنامه هم میرسونه. برای همینم یه بار دیگه میخوام بیام خونتون کامپیوترتون دفعه جدی بررسی کنم تا بفهم مشکل از کجاست. بعد رفتنش هم کاواشیما تنهایی میشه تا کتابی بخونه که یه رفعی سایه سیاه یا گوشه کتابخونه میبینه. همین لحظه یکی دیگه از دانشجوهای کامپیوتر اینجا سر میرسه، همون کسی که اون برنامه‌ای که هاروی گفت طراحی کرده بود. این پسر توضیح میده برنامه‌ای که من ساختم به طوریه که نقطه‌های اطرافمون نشون میده که به نظر من روح‌هایی هستن که از دنیای دیگه به اینجا اومدن. اون میتونه موج اونها رو بگیره. برای همین هم اطرافمون الان زیاد شدن و هارو خیلی‌های دیگه فکر می‌کنن برنامه خرابه، اما من مطمئنم درسته. مثل همون سایه سیاهی که داری گوشه اتاق می‌بینی. به نظر من دنیای ارواح بیش از حد پر شده یا شاید حوصله‌شون سر رفته. به هر حال روح‌ها دارن سعی می‌کنن از راه‌هایی مثل همین موج‌های اینترنت به دنیای ما بیان و ما دیگه جدیداً خیلی وقت نمی‌تونیم ببینیمشون. دوباره برمیگردیم پیش میچی تو محل کارش. تلفن اونجا زنگ می‌خوره و وقتی جواب میده، صدای همکارش یابه رو میشنوه که فریاد میزنه و ازش کمک میخواد. میچی خیلی شوکه میشه و سری سعی میکنه به اتاق یابه برسه، ولی وقتی میره اونجا هیچ خبری از همکارش دیگه نیست. به جای اون یه سایه سیاه گوشه اتاق شکل گرفته. حالا میچی مطمئن اتفاقی که داره برای خودش و همکارش میفته بعد از دیدن اون عکس شروع شده. سری میره تا جلوی اتفاقی که ممکنه برای آخرین همکارش بیفته رو بگیره، اما میبینیم که جونکو وارد یکی از اتاقهای شده که همون کادر قرمز دورشه. میچی به اونجا میرسه و میخواد جلوی جونکو رو بگیره، اما اون پرتش میکنه بیرون و به روحی که گوشه اتاق داره میبینه زل میزنه. روح میاد سمتش و همین لحظه است که دوباره میچی میاد داخل و به زور جونکو رو خارج میکنه. اما انگار یه کمی دیر شده، چون وقتی میچی اونو به خونه خودش میاره تا ازش مراقبت کنه، لحظه به لحظه رفتار جونکو عجیب تر میشه و انگاری تو افسردگی فرو میره. همین روزم که میچی میره تا از مغازه خرید کنه، نه فروشنده نه هیچ آدم دیگه ای رو اونجا نمیبینه. فقط یه رفیق روح و گوشه اتاق میبینه که با وحشت لوازمشو برمیداره و پا به فرار میذاره. برمیگردیم پیش کاواشیما. از هاروه خبری نشده و بهش زنگ میزنه، بلکه به خاطر کامپیوتر دوباره کمک بگیره. اما هاروه اصلا جوابی نمیده. کاواشیما به دانشکده کامپیوتر میره، بازم خبری از هاروه نیست و حتی آزمایشگاه اونجا به شکل عجیبی به هم ریخته است. انگاری همه لوازمشون رو برداشتن و فقط فرار کردن. برای همینم خودشو به خونه هاروه میرسونه که اونجا با رفتارهای عجیب هاروه مواجه میشه. اونم شبیه همکارهای میچی به هم ریخته است، افسرده شده و اصلا حوصله صحبتی نداره. فقط هم یه جمله عجیب به زبون میاره. میگه اونا دارن ناپدید میشن، اونا دارن ناپدید میشن. کاواشیما اونو برای دوش بگیره، وقتی سر حال میشه میاد بیرون و از کاواشیما معذرت خواهی میکنه که رفتار عجیبی داشته. یه صحبتی هم با هم در مورد همین رفتارهاش میکنن. وقتی کاواشیما میپرسه چی شد که اون حرفا رو میزدی، هاروه جواب میده که من یه مدتی زندگی بعد از مرگ ذهنمو درگیر کرده. به نظرم خیلی عجیبه. آدمها وقتی که از این دنیا میخوان برن، همه بهشون میگن که الان میری پیش کسی که دوستشون داشتی، کسی که از دستشون دادی و پیش اونا میمونی و تنها نیستی. اما تا حالا به این فکر کردی که وقتی آدما از دنیا میرن، شاید توی اون دنیا خیلی تنها باشن
هارو ادامه میده که به نظر من روحایی که توی اون دنیا خیلی تنها و افسردن، چون هیچ کسی رو ندارن و شاید اطراف ما باشن اما نمیتونن با همون صحبت کنن. برای همینم به نظرم نه تنها این زندگی خیلی پوچه، بلکه بعد از مرگ خیلی پوچتره. کاواشیما سعی میکنه این طرز فکر منفی هارو رو از بین ببره، اما خب اون گوش نمیده. حتی بهش میگه تا یه مدت دیگه ممکنه اصلا آدما از بین نرن، انقدر تکنولوژی داره پیشرفت میکنه، اما بازم هارو اصلا براش اهمیتی نداره. در حالی که میبینیم چقدر افسردگی این دختر رو گرفته، برمیگردیم پیش میچی که داره از همکارش مراقبت میکنه. همکارش جونکو هم هی رفتارش بدتر میشه تا یه جایی که به میچی میگه من قراره همینطوری از دنیا برم. میچی هم نمیفهمه منظورش چیه و میبینیم جونکو میره گوشه اتاق و بعد از چند لحظه به یک لکه سیاه تبدیل میشه. میچی می دو طرفش، اما خب دیگه دیر شده و بعد از مدتی همکارش به یه سری گرد و خاک تبدیل میشه و از اتاق میره. حالا هیچ کسی تو زندگی میچی نمونده. با نگرانی به مادر خودش زنگ میزنه اما اون جوابی نمیده. برای چند لحظه تماسی با خونشون میگیرن و صدای کمک خواستن مادرش رو میشنوه و میفهمه همین اتفاق برای اون هم افتاده. برمیگردیم پیش کاواشیما. به یه جایی رفته که قبلا اتاق گیم بوده و خیلی شلوغ بوده، ولی الان هیچ کسی غیر خودش اینجا نیست. البته که چند تا روح سیاه هم اطرافش میبینه. دوباره برمیگرده پیش هاروه و میبینه که بیرون خونه وایساده و داره با چوبی تمام گیاها و لوازم هنری که اونجاست رو نابود میکنتشون. دیگه خیلی نگران شده و بهش میگه باید همین الان از اینجا بریم تا جایی که میتونیم از این شهر فاصله بگیریم، چون معلوم نیست چه بلایی داره سرش میاد. اونم قبول میکنه و دو تایی به ایستگاه مترو میرن و سوار قطاری میشن. یکم هاروه آروم‌تر شده، ولی بعد مدتی قطار گرفته‌ای وامیسته. این وسط که هاروه دوباره از تنهایی و افسردگی حرف زنه، کاواشیما بهش میگه که من همیشه کنارتم. الانم میتونی وجودم رو حس کنی و اصلاً تنها نیستی. یکم انگار هاروه آروم شده، ولی حالا که قطار وایستاده ترسش بیشتر میشه. یه دفعه بدون اینکه حرفی بزنه قطار میدوه بیرون و سمت خونه خودش راه میفته. کاواشیما هم نمیتونه جلوشو بگیره. سکانس بعد میبینیم که هاروه به خونه خودش اومده و حالا توی کامپیوترش داره همون تصویرهایی که تو کامپیوتر کاواشیما نشون داده میشد رو میبینه. این بار همون مرد ماسک داره جاش بلند میشه، میاد جلو، ماسک رو کنار میزنه، یه رفی بدون هیچ حرفی اسلحه سمت خودش میگیره و کارو تموم میکنه. حالا تو تصویر بعدی میبینه که دوربین انگاری از پشت داره خودش رو نشون میده. به آرومی به سمت جایی که دوربین قرار داره میره و انگاری که اونجا داره یه روح رو در حالی که دوربینی دستش میبینه. میره سمتش، انگاری جمله‌ای بهش میگه، میخواد اونو در آغوش بگیره. با یکم دقت هم میفهمیم اتاقی که الان اومده داخلش همون کادر قرمز دورشه و انگاری همون اتاق ممنوع است. مدتی بعد کاواشیما هم به همینجا میرسه، ولی هرچی میگرده دیگه هیچ خبری از هاروه نیست و نمیتونه پیداش بکنه. تلویزیون رو میبینیم که داره نشون میده توی شهر مدت‌هاست آدم‌ها دارن ناپدید میشن و هیچ کس نمیدونه چه اتفاقی داره براشون میفته. معلوم نیست چقدر اتفاق گذشته، ولی کاواشیما از خونه اومده بیرون توی خیابونه داره میچرخه و انگاری شهر یه متروکه شده. هیچ آدم دیگه رو نمیبینه غیر از یه ماشین که به چشمش میاد. میره جلو و پشت فرمون اون کسی نیست جز میچی. میچی که حالا هیچ کسی توی دنیا براش نمونده و داره با سردرگمی تو خیابونا میچرخه. برای همینم کاواشیما بهش میگه کمکی میخوای و میچی هم که انگار خیلی از این مرد خوشش اومده و بهش اعتماد میکنه میگه سوار شو، منم مثل تو تنها. دو تایی تصمیم میگیرن به هم کمک کنن، بلکه آدمهای گم شده رو بتونن پیدا کننشون. اول از همه به خونه هاروه میرن و کاواشیما جریانو تعریف میکنه. در حالی که دارن دنبال سرنخی تو خونه اون میگردن، یه دفعه میچی نگاهش به یه کارخونه جلوی همین خونه میفته. به کاواشیما میگه حس میکنم که اونجا یه خبری یا باید بریم اونجا، بلکه یه چیزی به دست بیاریم. کاواشیما نمیفهمه دلیل این حرفش چیه، اما دنبال میچی راه میفته و به همین کارخونه میرن. با ورودشون هم هاروه رو میبینن که یه ماسک سیاه رو سر خودش کشیده. کاواشیما که ترسیده به هاروه میگه یه موقع کاری نکنی. هاروه هم به آرومی ماسک رو برمی‌داره و میگه نه، خیالت راحت باشه، نمیخوام به خودم سرمی بزنم. اما یه رفعه اسلحه یارومیز برمی‌داره و مثل همون فیلمی که دیده بود کار خودش رو تموم میکنه. کاواشیما خیلی وحشت داره و بعد اینکه آروم میشه میرن تو ماشین و یه دل سیر تو بغل میچی گریه میکنه. دوباره راهشون رو ادامه میدن و نمیدونن باید به کجا برسن. وسط راه هم یه رفعه بنزینشون تموم میشه. کاواشیما هم دبه‌ای برمی‌داره و میره از یه جا بنزین بگیره که اونجا با همون اتاق ممنوع با کادر قرمزش مواجه میشه. اون که برخلاف میچی نمیدونه جریان این اتاق چیه، میره داخلش و یه رفعه روح یا گوشه ی اتاق میبینتش. منتها یه تفاوتی بین رفتار کاواشیما با افراد دیگه‌ای که وارد این اتاق میشدن وجود داره. یادتون باشه همه اونها روحایی که میدیدن و یه رفعه تو آغوش میگرفتن، انگاری دوست داشتن مثل هاروه. اما کاواشیما اصلا علاقه بهش نداره. مدام بهش میگه من آسیبی نزن، من اصلا نمیخوام بهت کمکی برسونم و کلا نزدیکم نیا. البته خب تاثیر زیادی نداره. روح میاد سمتش و اونم در آغوش میگیره. وقتی چشمشو باز میکنه بیرون این اتاق و یه لفه میچی سمتش میاد. با دیدن لکه سیاهی که رو زمینه میفهمه که کاواشیما هم قطعا وارد اتاق ممنوعه شده و دیر یا زود قراره که از این دنیا بره.
اما با این حال دستش رو میگیره و تصمیم میگیره تا اون موقع کنارش باشه و بهش کمک برسونه. سفرشون رو ادامه میدن و هرچی جلوتر میرن شهر متروکه تر میشه، دیگه هیچ آدمی به چشمشون نمیخوره و تصمیمشون هم اینه تا جایی که میتونن از کشور ژاپن دور بشن. بالاخره به اسکله میرسن و یه قایق پیدا میکنن و چون کاوشیما حالش بره تو قایق میشینه و میچی میره که کلیدش رو پیدا کنه. تو این لحظه هم وارد اتاقی میشه که میبینیم سایه آدم های مختلف انگار روی هوا معلقه و مشخص چندین آدم جونشون رو از دست دادن. بالاخره کلید رو برمیداره و در حالی که داره سمت قایق میره میبینیم یه هواپیما هم یه دفعه سقوط میکنه، طوری که انگار حتی خلبانش هم ناپدید شده بوده. سوار قایق میشن و سکانس بعد میبینیم که بالاخره خودشون رو به یه کشتی رسوندن، کشتی که اول فیلم هم دیدیم. این کشتی داره به سمت آمریکا میره و انگاری بازمانده های شهر داخل اون پناه گرفتن. اما خب میدونیم که کاوشیما حالش خوب نیست و اون وارد اتاق ممنوعه شده بود. هر دوشون هم میدونن که کار کاوشیما دیر یا زود قراره تموم بشه. سکانس آخر فیلم میبینیم که کاوشیما و میچی تو اتاقی نشستن، کاوشیما انگاری حالش اصلا خوب نیست، میچی داره نگاهش میکنه و در همین حال این مرد هم به یک ساگه تبدیل میشه. میچی این بار دیگه گریه نمیکنه، با لبخندی به ساگه زل میزنه و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. تا یه جایش که فکر میکنم متوجه شدید، ولی من یه خورده میخوام توضیح بیشتر براتون بدم. توی فیلم دوتا داستان متفاوت داشتیم، یکیش داستان میچی و همکاراش بود، یکیش هم داستان کاوشیما و اتفاقاتی که براش میافتاد. اینا دوتا بحران کاملا متفاوتن. اولا که ما داریم فیلم سال 2001 میبینیم، زمانی که تازه داشت اینترنت، وای فای، اینجور چیزها ظهور میکرد و خب خیلی دنیا ترس مهمی ازش داشت که به نظرم کاملا هم بجا بود. این ترس ما توی داستان کاوشیما داریم میبینیم. اون همون اول که داستان اینترنتش پیش میاد داره میفهمه که آقا این اینترنت میخواد بهت آسیب بزنه، نباید برم سمتش، چون داره چیزهای عجیب غریب نشونم میده. در حالی که دانشجوهای کامپیوتر کسایی که حالا تو اون دانشگاه کار میکردن خیلی مشتاق بودن، دنبال این بودن که بیشترش استفاده بکنن، مثل همون مردی که یه برنامه ساخته بود تا مثلا دنیای ارواحو بخواد نشون بده. از طریق داستان کاوشیما ما داریم آدمهایی رو میبینیم که در ممنوعهشون وارد شدن به دنیای اینترنته و خیلی جالبه که انگاری هر کی میره اونجا ناپدید میشه. توی دنیای واقعی هم همینه. وقتی میبینیم یه نفر توی سوشیال مدیا خیلی فعال میشه، میبینیم کلی پیج اینستاگرام میسازه دیگه، فالووراش میره بالا، مشهور میشه، وقتی این اتفاقا براش میفته زندگیش توی دنیای مجازی خلاصه میشه و خب انگاری از دنیای واقعی آدمها محو میکننش. یه چیز کاملا منطقی که خیلی وقتا پیش میاد، شما وقتی یه نفر رو میبینی همش تو گوشیشه، همش داره با دنیای مجازی صحبت میکنه، قطعا دیگه نمیاد دور هم یاد دعوتش بکنی، قطعا وقتی کنارش نشستی باهاش صحبتی نمیکنی. همینم موضوعی هستش که توی داستان کاوشیما داریم میبینیم. آدمهایی که اونجا ناپدید میشن توی این جریان اینترنت دارن فرا میرن، دارن توی اونجا غرق میشن و از دنیای کاوشیما خودشون رو پاک میکنن. کاوشیما هم در آخر میره مثلا توی همون جایی که قبلا اتاق گیم بود و میبینه که فقط روح وجود داره، مثل الان دیگه اصلا کسی گیم نتینا نمیره، همه آنلاین دارن بازی میکنن، مثل یه روح، مثل یه سایه کنارتن و نمیتونی لمسشون بکنی. از اون طرف داستان میچی یکم متفاوته. میچی میخواد در مورد کسایی صحبت بکنه که یه بحران پوچی خیلی بد رو دارن پشت سر میذارن. البته که یه نفر از دنیای کاوشیما هم دوچار همین جریان شده بود، یعنی همون دختری که عاشقش بود. وقتی داشتن با هم صحبت میکردن دختره میگفتش که من حس میکنم که دنیای بعد از این دنیا اصلا وجود نداره، اونجا خیلی آدم و تنها ترن، چون روحا میرن اونجا تا با افراد دیگه در ارتباط بگیرن، در حالی که حالا خودشون تنها شدن. این هم در مورد همین قضیه به پوچی رسیدن صدق میکنه، هم در مورد همون اینترنته. میتونیم بگیم که داره دختره میگه وقتی وارد اینترنت میشن، وقتی وارد اون دنیای مجازی میشن، به امید این میرن که یکم دورشون شلوغتر باشه، ولی در واقع خیلی تنها ترن و این اونان که به کمک ما نیاز دارن تا به دنیای واقعی بیاریمشون. البته که همونطوری که گفتم دنیای میچی این قضیه فرق داره. آدم هایی که به این جریان میرسن به یه پوچی مفرد دست پیدا میکنن، وقتی که حس میکنن دنیای بعد از مرگ دیگه هیچ چیزی نیستش و هر کسی که از این دنیا بره خیلی بدتر از اینجا قراره زندگیشو بگذرونه. پس همونطور که در مورد کاوشیما گفتیم در مورد میچی هم صدق میکنه. آدم هایی که توی داستان میچی وارد اون اتاق ممنوعه میشن انگاری این پوچی رو در آغوش میگیرن، پوچی که بهش رسیدن و میدونن این دنیا و اون دنیا همش هیچه، اصلا چیزی توش مهم نیستش، برای چی بخوایم نفس بکشیم، و در آخر هم کار خودشون رو به پایان میرسونن. اگر هم دقت کرده باشی تفاوت این دوتا دنیا کاملا مشخصه. البته که میچی یه وقتایی کسایی رو میبینه که توی همون اینترنت غرق شدن و کاوشیما هم کسایی مثل همون دختری که عاشقش بود میبینه که توی پوچی غرق شدن، یه وقتا با هم که تداخل پیدا میکنه، ولی کاملا مشخصه کسایی که توی اینترنت ناپدید میشن و میرن توی همون دنیای مجازی و انگاری قربانی اون میشن، به شکلی ما نمایش داده میشن که جون خودشونو میگیرن، مثلا با اسلحه به سر خودش یه طرف میزنه. از اون طرف کسایی که توی پوچی میرن به هیچ میرسن
بدون اینکه ما مرگ اونا رو ببینیم، فقط ناپدید شدنشون رو تماشا میکنیم. همون اتفاقی که برای همکارهای میچی افتاده بود. اینا به نظرم خیلی مرز قشنگی رو میسازن که یه وقت هم با همدیگه قاطی شدن و اوج قاطی شدنش همون لحظه‌ای هستش که میچی و کاواشیما با همدیگه روبرو میشن و بالاخره با همدیگه سوار ماشین میشن. اینجا میفهمن همون دختری که کاواشیما عاشقش بود انگاری توی هر دوتای این دنیاها بوده، هم به اون پوچیه رسیده، هم به خاطر شغلش و علاقش به اینترنت توی اونجا غرق شده بود. برای همینم اول کاواشیما اونو گمش میکنه، نمیبینه بلایی سر خودش بیاره، فقط دختر انگار یهو ناپدید میشه. ولی اون آخر میبینیم که هر جفتشون جلوش وایسادن و دختره جون خودش رو میگیره، که اینجا هم نمایانگر غرق شدن توی اینترنت هست، هم نمایانگر اون پوچگراییه. امیدوارم منظورم رسونده باشم، چون یکم فیلم پیچیده ایه، ولی خب داستان خیلی مهمی پشتشه، چیزی که امروز هم خیلی داره اتفاق میفته. 99% آدم هایی که دوروبر خودمون داره میبینیم، همین خود شمایی که داری یوتیوب منو تماشا میکنی، انگاری توی این دنیا مجازیه غرق شدی. و این خیلی مهمه که در حالی که داری این کارها رو میکنی، زندگی واقعی تو از دست ندی، به پوچیه نرسی، بفهمی که آقا همه چیز توی این گوشی، توی این کامپیوتر قرار نیست خلاصه بشه. تو داری نهایتاً 10% دنیا رو اینجا میبینی. هر چی هم میبینی همش عکسه، همش حرفه، هیچ کدوم واقعیت نداره. واقعیت وقتی که پاتو از خونه بیرون بذاری بری توی خیابون، اون موقع هر کسی دور خودت میبینی واقعیه و اینجاست که میتونی زندگی درست رو تجربه کنی دیگه. همین، ببخشید زیاد حرف زدم، خواستم منظور فیلم رو بهتون رسونده باشم. و خیلی جالبه که اون آخر فیلمم خیلی لبخند رو صورت میچی معنا داره، انگاری که تا قبل از اون هر کسی به پوچی میرسید براش خیلی دردناک بود، اما این بار دید که کسی که کنارش بود یا همون کاواشیما چقدر برای زنده موندن تلاش کرد، اون همه رو از دست داد. با این حال لحظه‌ای که وارد اون اتاق ممنوع شده بود، نخواست اون روحو در آغوش بگیره، نخواست بره طرف اون پوچیه، فقط به خاطر همون زندگی تنهایی که داشت انگار یه مرگ خیلی سالم رو تجربه کرد. برای همین هم است که میشون لبخند روی لبش مونده. و خیلی جالبه که خودش هم انگار به همین باور رسیده که آقا زندگی بعد از اون وجود داره و الان کسی که کنارم کاواشیما داره به یه جای بهتری میره، قرار نیست لزوما درد بکشه. امیدوارم فیلم خوشتون اومده باشه. پیشنهادات و انتقاداتتون رو حتما برام کامنت بکنید، همه رو میخونم. اگه جواب نمیدم به معنی بی اهمیتی نیست، فقط وقت نمیکنم جواب بدم. خیلی دوستتون دارم، مرسی از 10K شدنمون، خیلی حال لذت میبرم رفقا. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. روزتونم گلسی.